وضعیت رئیس جمهور اوکراین پس از تصادف رانندگی در کییف. به نقل از دیلی میل، زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از یک تصادف رانندگی در کییف جان سالم به در برد. گفته شده در این حادثه رئیس جمهور اوکراین آسیب جدی ندیده است. هرچند خودروی او به خودروی دیگر برخورد کرده و راننده خودروی دیگر به درمان نیاز دارد. سخنگوی رئیس جمهور اوکراین گفت که این حادثه در کییف رخ داده و پس از آن زلنسکی توسط پزشکانی که با او سفر می‌کردند معاینه شد. در بیانیه کامل نیک فوروف سخنگوی زلنسکی آمده است در کییف یک خودرو با خودروی رئیس جمهور اوکراین و خودروهای اسکورت برخورد کرد. پزشکان همراه رئیس دولت به راننده خودرو کمک اضطراری کردند. رئیس جمهور نیز توسط یک پزشک معاینه شد و هیچ آسیب جدی مشاهده نشد. ماموران نیروی انتظامی تمام شرایط حادثه را بررسی می‌کنند. چند دقیقه پس از انتشار بیانیه نیک فوروف، دفتر زلنسکی ویدیوی سخنرانی شبانه او را که هر شب ایراد می‌کند منتشر کرد. این حادثه ساعتی پس از بازدید زلنسکی از سربازان در شهر ایزیوم که به تازگی از کنترل نیروهای روسی آزاد شده است رخ داد. برخی رسانه‌های اوکراینی روز چهارشنبه گزارش دادند که زلنسکی رئیس جمهور این کشور وارد شهر ایزیوم در منطقه خارکیف شده است. رسانه‌های اوکراینی در پیام‌هایی در حساب‌های تلگرامی خود عکس‌هایی از رئیس جمهور اوکراین را منتشر کردند که گفته می‌شود در منطقه ایزیوم است. در تصاویر منتشر شده زلنسکی از سوی نیروهای ارتش اوکراین احاطه شده است. بنا به تصاویر منتشر در رسانه‌های اوکراینی، آندری یرماک رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین و آنا مالیا معاون وزیر دفاع این کشور زلنسکی را در بازدید از ایزیوم همراهی کردند. الکساندر لوکاشنکو به اروپا هیزم می‌دهیم تا یخ نزند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس با انتشار ویدیویی تمسخرآمیز اعلام کرد که اجازه نخواهد داد اروپا یخ بزند. بر اساس این گزارش کانال تلگرامی نزدیک به دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری بلاروس یک کلیپ ویدیویی منتشر کرد که نشان می‌دهد لوکاشنکو در حال خرد کردن چوب است. لوکاشنکو در این ویدیو میگوید ما اجازه نمیدهیم اروپا یخ بزند. ما به برادران خود کمک خواهیم کرد. ممکن است روزی آنها نیز به ما کمک کنند. وی در ادامه با بیان اینکه اروپا اکنون مجبور است بین درخت کریسمس یا هر نوع هیزم دیگر یکی را انتخاب کند تاکید کرد مهمترین چیز این است که احساس گرما کنند. ما باید به این فکر کنیم که دهقانان و کارگران و نه ثروتمندان چگونه با آن دست پیدا می کنند. رئیس جمهور بلاروس در پایان این ویدیوی تمسخرآمیز می گوید نکته اصلی این است که دودا و موراویسکی رئیس جمهور و نخست وزیر لهستان در لهستان یخ نزنند، زیرا آنها همسایگان ما هستند و ممکن است موضع خود را تغییر دهند. آسیب دیدن سدی در مرکز اوکراین در اثر موشکباران روسیه. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که سدی در بخش مرکزی این کشور در اثر حملات موشکی روسیه دچار آسیب‌های جدی شده و شهر کریوی ریه را در معرض سیل قرار داده است. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که متولد این شهر است این اقدام دولت روسیه و به خطر انداختن ساکنان این شهر را تروریستی توصیف کرده است. گزارش می‌شود که موشک‌ها صبح روز چهارشنبه به سد کریوی اصابت کرد. تصاویر ویدیویی نشان می‌دهد که آب با شدت از این سد به رود این هولد سرازیر می‌شود. با خسارت دیدن این سد سطح آب رود بالا آمده و شبکه آبرسانی شهر مختل شده است. کریلو تیموشنکو از دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفت که در هر ثانیه 100 متر مکعب آب از ساختمان آسیب دیده سد فوران می‌کند، اما گفت اوضاع فعلا تحت کنترل است. آندری یرماک یک مقام دیگر دفتر ریاست جمهوری گفت که روسیه این حمله را برای انتقام از شکست‌ها در جبهه شمال شرقی انجام داده است. در روزهای اخیر بخش‌های وسیعی از خارکیف هم دچار خاموشی گسترده شد که اوکراینیان را به موشکباران نیروگاه‌های غیر نظامی توسط روسیه نسبت داد. نیروهای اوکراینی در روزهای اخیر با سرعت زیادی در حال پیشروی علیه نیروهای روسیه در شرق این کشور بودند. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.